سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شرایس اعلام کرد که اسرا حسن الغمغام بانوی فعال شیعه در کشور عربستان سعودی با حکم اعدام مواجه شده است. به گزارش شیعه ویوز در بیانیه این سازمان حقوق بشری آمده است، در راستای استبداد حکومت عربستان سعودی و سیاست برخورد با فعالان اجتماعی، یک بانوی شیعه به نام اسرا حسن الغمغام از سوی یکی از دادگاه های فرمایشی آل سعود با حکم اعدام مواجه شده است. این بیانی افزود به گفته منابع حقوقی مطلع در اولین جلسه یک دادگاه کیفری در شهر ریاض عربستان که با موضوع بازخواست خانم الغمغام برپا شد دادستان سعودی برای او درخواست اعدام کرد. این سازمان در ادامه بیانیه خود آورده است خانم الغمغام اولین فعال زن شیعه از منطقه شیعه نشین است که از سوی نیروهای امنیتی در روز 8 دسامبر در سال 2015 میلادی به همراه همسرش سید موسا جعفر الهاشم بازداشت شدند. نیروهای امنیتی ابتدا به خانه این زوج شیعه که در شهرک الجش در جنوب غربی منطقه القطیف قرار دارد یورش بردند و بعد از بازداشت آنان خانم الغمغم را به اتهام آنچه فعالیت های ضد حکومتی خواندند به زندان المباحث العامه در شهر دمام منتقل کردند شرایس ادامه داد نظام حاکم در کشور عربستان سعودی تا به حال تعدادی از زنان در منطقه الشرقیه را تنها به اتهام اظهار نظر بازداشت کرده که از آن جمله میتوان به نامهای نعیم المطرود، فاطمه نصیف و نسیم اصاده و چند تن دیگر اشاره کرد. نیروهای امنیتی سعودی اخیرا با یورش به مناطق شیعه به بازداشت بانوان شیعه فعال در زمینه حقوق زنان پرداختند. این سازمان حقوق بشری که رخدادهای مرتبط با شیعیان در سطح جهان را رصد می کند در بیانیه خود به مقامات عربستان سعودی درباره ادامه اقدامات خشونت و سیاستهای ظالمانه علیه معترضان اجتماعی هشدار داد. شرایس افزود این رفتارها حد که حرمتی واضح در راستای خفه کردن صدای معترضان و به وحشت انداختن اصلاح طلبان سیاسی است که در انتها بی نتیجه خواهد بود. این سازمان در پایان بیانیه خود از آزادی خواهان جهان و جامعه بین المللی خواست با اقدام فوری و مؤثر به حدک حرمت‌ها و بی احترامی علیه جام و کرامت شیعیان و شهروندان از سوی حکومت عربستان خاتمه دهند و آزادی همه بازداشت شدگان سیاسی را فراهم کنند.